خب یک جان تشکر جناب قایس بیستوف و امیل لحظه شاید وطنان ما که صدای شما رو میشنوند سوالات هم پیش از اونا پیدا شود و این سوالات خود حتما با ما طرح کنن. ما امیدوار هستم که شما در برنامه بعدی باز هم اشتراک کنین. تلویزیون سیمای افغانستان منعیس یک تلویزیون ملی یعنی در خدمت جامعه افغان ها در هر بخش که هست قرار داره و ما دوست داریم که صداهای هموطنان ما از هر گوشه و کنار از طریق این تلویزیون به نشر برسه بدون از اینکه ما با کدام گروه یا جنای وابستگی و یا ارتباط داشته باشیم. من حیث یک رسانه کاملا آزاد و بی‌طرف ما به نشرات خود ادامه میتیم. قایس ما اگر شما خود شما پیامی برای هموطنان ما داشته باشین، صحبتی برای هموطنان ما داشته باشین، شاید هم که صدای شما را مقامات کانادایی هم بشنون در این رابطه، اگر هم شما سوال حرفی داشته باشین میکروفون در اختیار شماست. بلکل شش دو پیغام هستن از طرف ما، یک پیغام برای ملت ما هست و یک پیغام برای کانادایی ها هستن. برای کانادایی ها این پیغام ما هستن که اولادهای ایشان را که در افغانستان به جنگ آمدن، ما خود کانادا را نرفتیم، کانادا ها اینجا آمدند، این باید در فالیسی خود تجدید نظر بکنه و برای اهداف امریکایی ها کار نبکنه. این پیغام هستن. اما پیغام به افغان ها یعنی هستن که به دیگه مسلمان ها، اگر افغان ها هستن، اگر بغیر از افغان ها هستن که مسلمان باشه، که از طرف شیطان، از طرف بوش، از طرف امریکا، از طرف کفار توجه به ذات الهی و به طرف خداوند بکنه. الله تعالی راضی که ایشان هستن، الله تعالی خالق که ایشان هستن، الله تعالی نجات دهنده ایشان هستن. سلامت باشین. و در آخر قاری سب سوال عمده که بازم باعث تشویش است به یاد ما آمد که از شما میکنم و اویست که چند روز بعد بخیر عید سعید قربان است و هموطنان ما برای عید سعید قربان آمادگی میگیرن. در ایام عید چطور است که یعنی کدام آتش بس در افغانستان به وجود خواهد باشه؟ یعنی جنگ ها متوقف خواهد شد که هموطنان ما ایام عید سعید و آرامی سپری کنن یا چطور؟ ما میخوایم که ملت ما در آرامی زندگی بکنه و ما به این خرسند هستن. متاسفانه باز هم متاسفانه که جنگ علیه ما تحمیل شده، ما در موقعیتی دفاعی قرار بگیریم. چون در صورتی که ما در حالت دفاعی قرار میگیریم، او مربوط به اونا هستن، او جنگ میکنه یا نمیکنه. تشکر. بیندای گرامی، صحبت ما را با جناب قاری صاحب یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان شنیدین. اگر شما هم سوال دارین از جناب قاری صاحب میتونین که به استودیو زنگ بزنین و ما سوالات شما را برای قاری صاحب یوسف احمدی خواد گفتیم و در برنامه بعدی سوالای شما را قاری صاحب جواب خواد گفتن.